بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و أفضل المرسلين، المرسلین مولانا ابو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه الرابع ان مرجع النبوة المستصحبة ليس الا الى وجوب التدين <تصفح> شیخ رضوان الله علیک در مقام ارائه جوابهای پنجگانه از عالم کتابی است که استصحاب نبوت سابقه را مطرح کرده است سه تا جواب را تا هنوز خواندیم چهارمین جواب را در این درس محضر شما مطرح میکنم ما حصل کلام شیخین است که وقت ما استصحاب میکنیم نبوت موسی علیه السلام را بدون شک متیقن سابق ما را صفت نبوت اون صفت یا حالاتی که قائم به نفس نبی هست تشکیل نمیدهد. بالاخره حالاتی که قائم به نفس موسی علیه السلام مثلا بودن صفت نبوتی که قائم به نفس اون بزرگوار هست مد نظر ما در استصحاب نیست بلکه اون صفت زائل شدنی هم نیست شخص شخیص نبی وقتی متصل به عالم غیب بشود درست است که به حسب ظاهر با آمدن نبی لاحق نبوت نبی سابق عرض کنم از جهت ظاهری پایان میپذیرد ولی دیگر گونه های روحی او صفات روحی او کمالات و برجستگی های روحی اون حضرت همچنان باقی خواهد بود و در این شک نیست و حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام و باقی انبیای الهی همگی قابل تعظیم و واجب تعظیم و دارای خصال روحی بسیار برجسته و والا هستند نکته مهم این که دوران مأموریت و شریعت اون حضرات هستند که به با پایان میرسد بنابراین وقتی سخن از استصحاب نبوت میشود محتوای این استصحاب چیز جز التزام دینی نیست یعنی اینکه یک یهودی همچنان حق دارد به دین خود ملتزم باشد همچنان به عرض کنم باور خود ملتزم باشد یا نه با آمدن نبی جدید و طرح نبوت جدید عرض کنم خدمت با سعادت شما این التزام اعتقادی و عملی به پشتوانه خواهد بود و از پشتوانه منطقی برخوردار نیست این مسئله است که عالم کتابی میخواهد با استصحاب اون را حل بکند و در واقع استصحاب به عنوان یک اصل شرعی و حجت شرعی پشتوانه التزام عملی و التزام اعتقادی او باشد شیخ رضوان الله علیه میفرماید فرماید که این استصحاب از نظر ما مخدوش هست سه تا جواب را تا هنوز دادیم جواب چهارمی که شیخ ارائه میکند این است که با توجه به اینکه ما مسلمانان معتقد هستیم به نبوت موسی علیه السلام ولی در کنار اعتقاد به نبوت معتقد به بشارت هستیم مسلمانان پی به نبوت موسی و عیسی نبردن مگر از طریق قرآن قرآن مجموعه احکام و امور را به عیسی و موسی علیه السلام نسبت میدهد که یکی از این امور قطعی عبارت است از بشارت به مجیع نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بنابر این تمام این دستور های شرعی موجود از طرف عیسی و موسی علیه السلام و, و همچنین نبوت اون دو بزرگوار و همچنین عرض کنم اعتبار کتاب آسمانی اون دو بزرگوار برای خود یک غایتی دارن که <تصفح> اون غایت عبارت است از مجیع نبی خاتم و به مجرد تحقق غایت خود به خود عرض کنم نبوت و لوازم نبوت مثل شریعت از بین خواهد رفت و تاریخ اعتبارش منقضی خواهد شد اگر عالم کتابی غرضش از استصحاب اثبات همین نکته باشد در واقع عرض کنم خدمت با سعادت شما همین مقدار را بخواهد با استصحاب اثبات بکند این که اصلا محل نزاع است جز عقاید مسلمانان هم هست ما هم معتقدیم که تا آمدن نبی خاتم وظیفه ایمان به عیسی علیه السلام بود وظیفه عمل به شریعت حضرت عیسی علیه السلام بود بر فرض اگر از مسلمانان کسی مدرک و شریعت این باشد مثل سلمان علیه السلام وظیفه و تکلیف شریعش این بود که قبل از آمدن نبی خاتم و ایمان به او بر اساس شریعت عیسی عمل بکند و بعد از آمدن نبی خاتم به شریعت نبی خاتم عمل بکند بنابراین اون التزام عملی که عالم یهودی به دنبالش هست اگر همین باشد که توضیح دادیم خب اختلاف نظری نیست همه ای ما عرض کنم به یک پیام دعوت می دهیم. اما اگر غیر از این را اراده بکند اگر دین را یا <تصفح> التزام را بخواهد از مکلفان که پیامش مغایر با آنچه که توضیح دادیم باشد در اون صورت عرض کنم ما منکر همچو ایسا هستیم منکر همچو موسا هستیم و در واقع عرض کنم عیسی و موسای منهای بشارت را به عنوان انبیاء الهی اصلا نمیپذیریم لذا یقین سابق برای ما منتفی خواهد شد پس در جایی که استصحاب ارزش دارد و نیازی به استصحاب بلکه نیست خب اونجا متفقون علیه هست ما با هم اختلاف نداریم در جایی که اختلاف داریم استصحاب ما فاقد رکن هست متعقن سابق یا یقین سابق را ندارد به همین جهت هست که از نظر شیخ رضوان الله تعالی علی این استصحاب به درد عالم کتابی نمی خورد <تصحیح> رابع توضیح بدهم عرض ارز کنم جواب چهارم شیخ را چهارمین جوابی که شیخ ارائه میکند این است که مرجع نبوت مستصحبک برگشت نبوتی که استصحاب می شود نیست اون مرجع مگر به وجوب تدیون به جمیع ما بهی به نبی النبی التزام عملی رو میخواد ثابت بکند و الا اگر التزام عملی مد نظر ما نباشد پس اصل صفت نبوت یک امری است که قائم است به نفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اون لا معنا لاستصحابه اصل صفت نبوت معنا ندارد که کسی اون را استصحاب بکند و اصلا اصل صفت نبوت محل شک هم نیست به همین جهت هست که شیخ رضوان الله علیه میفرماید لا معنا ل لعدم قابلیته به خاطر عدم قابلیت اصل نبوت مر ارتفاع را ابدا هیچگاه نمیتوان صفت نبوت را برطرف کرد در واقع حالات و دیگر گونه روحی که بعد از نبوت در نبی حادث می شود یک امر پایدار هست و عرض کنم با تشریع و دستور العمل و امور انشایی قابل برطرف شدن نیستند نظام فرماید ولا رای به انا قاطعون شک نیست که ما مسلمانان یقین داریم به ان به این که از بزرگترین چیزهایی که به اون نبی سابق عرض کنم بشارت داد خبر دادن به نبوت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست یک از اصلی ترین محتوای عرض کنم پیام حضرت عیسی آمدن این نبی به اسم احمد بود لذا می فرماید کما یشهد و بهیک به این اخبار الاحتمام به شأن احتمام به این خبر فی قوله تعالی در قول خدای سبحان حکایتا ان عیسی علیه السلام در حالی که خدای سبحان این قول را از ایسا حکایت میکند این رسول الله علیکم من پیامبر خدا به سوی شما هستم ای امت مصدقا لما, بین بی ادی من التورات در حالی که تصدیق میکنم تورات را که قبل از من آمده بود و مبشرا به رسول و بشارت دهنده هستم برای بعد از خودم به پیغمبری که اسمش احمد خواهد بود در سوره مبارکه صف آیه 6 عرض کنم خدمت با سعادت شما این آیه و این محتوا و مطلب از قول حضرت عیسی علیه السلام نقل می شود خب اگر بشارت به اسم رسول خدا در عرض کنم ضمن پیامه های اون حضرت بوده است فکل ما جاء به من الاحکام پس هر آنچه را که از احکام حضرت عیسی آورد فهو پس اون محتوا در حقیقت مغیا هست به ایک آمدن پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم غایتش تاریخ مصرفش آمدن نبی است به اسم احمد فدین و ایسا علیه السلام پس دین حضرت ایسا که مختص هست به اون حضرت ایسا که مختص است به اون بزرگوار عبارت است از مجموع احکامی که مغیاد هست اجمالا یعنی ارز کنم غایت دارد اجمالا به مجیع پیغمبر ما غایتش آمدن پیغمبر ما هست خب اگر این گونه باشد و من المعلوم ان الاعترافک معلوم هست که اعتراف به بقای اون دین ضرر نمیرساند به مسلمانان فضلا ان استصحابه چی رسد به استصحاب این دین این مجموعه گزاره و قضایه های که تا اینجا نقل کردیم در واقع جزء امور مشترک و متفقون علیه بین ارسکنم کنم اهل کتاب و مسلمانان هست اگر با استصحاب بخواهید التزام به دین را استنتاج بکنید و ثابت بکنید ما میگوییم ما قبل از استصحاب میپذیریم یقین داریم به این امور استصحاب تحصیل حاصل هست نیاز نیست که شما به استصحاب پناه ببرید خب اما فاین این اراد الکتابی اگر عالم کتابی دین غیر از این دین را که ما اشاره کردیم اجمالا مد نظرش باشد دینی که برای خودش غایت و تاریخ مصرف دارد غیر هذه الجمله المغیات اجمالا بالبشارت المذکورت بشارت به آمدن نبی به اسم احمد اگر غیر از این باشد فنحنو منکرون له پس ما انکار کنندگان هستیم مر اون دین را یعنی دیگر عرض کنم خدمت با سعادت شما برای ما یقین سابق نیست وقتی یقین سابق نباشد استصحاب هم امکان ندارد لذا و این اراده ها الجمله، جمله اما اگر اراده بکند عالم کتابی همین مجموعه را که خود ما گفتیم فهو پس این مراد عین مذهب مسلمانان هست و در حقیقت بعد از بودن احکام اون کتابی مغیاد لا رفع حقیقتا اصلا رفع در کار نیست و معنا نسخ معنای نسخ در این موارد انتهای مدت حکمی است که معلوم است اجمالا در واقع عرض کنم اعلان می شود که تاریخ حکم یا مدتی که برای حکم در نظر گرفته شده بود و پایان رسیده است نه اینکه رفع در کار باشد یک حکم تشریع بشود بعد در اثر آزمایش و تجربه ببینیم که اشتباه کردیم مساله مردم و فرد تأمین نمی شود دست برداریم این در تشریعات بشری امکان دارد و الا در تشریع آسمانی چنین چیزی معنایی نخواهد داشت پس ما جوابی جواب چهارم از نظر شیخ رضوان الله علیه این است که در جایی که استصحاب امکان دارد ما نیاز به استصحاب نداریم اولا چون قطع یقین داریم و ثانیا اختلاف بین ما و عالم کتابی نیست اما در جایی که ارز کنم اختلاف داریم با هم به این معنا که نبوت حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام بدون هیچ بشارت به نبی لاحق در این صورت عرض کنم خدمت با سعادت شما اشکال ما این هست که چنین یا عرض کنم نبی یا چنین دینی از نظر ما فاقد سابقه هست یقین سابق و متیقن سابق در ما نحن قابل اثبات نیست وقتی یقین سابق منتفی باشد بازم استصحاب منتفی خواهد بود فین قلت لعل مناظرة الكتابی فی تحقق الغایت المعلومه خب این بحث است که ارز کنم خدمت با سعادت شما شیخ در زیل جواب چهارمش مطرح میکند شیخ میفرماید ممکن است کسی بر جواب چهارم ما اشکال بکند که آقای شیخ بحث در کبرای کلی نیست علمای یهود میپذیرند اصل بشارت را به عبارت دیگر کلی بشارت یا کبرای بشارت مورد قبول طرفین هست سخن اگر هست در صغرا هست اونها میگوین این کبرا تا هنوز صغرایش نیامده است در آینده نبی, نبی به اسم احمد خواهد آمد و الا این نبی فعلی شما مصداق اون آیه یا اون بشارت نیست خب اگر این گونه باشد پس در نتیجه هم در اصل بشارت ما با هم مشترکیم در واقع باز برگشتیم به همون نقطه اشتراک و اونها عرض کنم بشارت را میپذیرند اون زمان است که استصحاب میکنن بقای نبوت را استصحاب میکنند بقای شریعت را ما هستیم که باید نبوت نبی لاحق را ثابت بکنیم فاین این قلته اگر کسی اشکال بکند در بحث فعلی که شاید مناظره عالم کتابی یا اون یهود موضوع مناظره اش در تحقق غایت معلومه باشه غایت معلومه یعنی نبی به اسم احمد میاد ولی میفرمایند که این غایت محقق نشده است مصداق این بشارت تا هنوز نیامده است در نتیجه و شخص الجائیک و این که شخص جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد هو المبشر به املاق اونها میگن ما نمیدانیم واقعا که این شخص همون شخصی مورد تورات هست یا نه در نتیجه فیصح تمسکه بالاستصحاب پس صحیح می باشد تمسک نمودن اون کتابی یا اون عالم کتابی به استصحاب میگوید بحث ما سغروی است نکوب فین قلت قلتو شیخ رضوان الله علی دوباره از این اشکال جواب میدهد دهد که المسلم هو الدین المغیا به مجیع هاد شخص الخاص آنچه که مسلم هست دین است که مغیا هست پایان پذیر هست با آمدن این شخص خاص نه به مجیع موصوف کلیک حتی تکلم بشود در انتباق اون موصوف بر این شخص و بعد وقتی گفتن انتباقش جای بحث هست تمسک بکند به استصحاب بقاء نبوت موسی علیه السلام جواب که شیخ می این است که یک بشارت اون بشارتی که ما به اون معتقد هستیم یک بشارت کلی و گونگو و مبهم نیست بلکه بشارتی است عرض کنم که دقیقا ناظر به همین شخصی عرض کنم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست وقتی این گونه باشد اگر بشارت را اهل کتاب بپذیرند معنایش پذیرش نبوت نبی اسلام هست اگر نپذیرن عرض کنم خدمت با سعادت شما دیگر هیچ گونه بهانه و عذری نخواهند داشت به همین جهت هست که شیخ می‌فرماید در نتیجه عرض کنم اگر سخن در یک موصوف کلی بود اوصاف برای پیغمبر ذکر شده بود بدون اینکه عرض کنم شخصش معلوم باشد حق با شما بود می توانید استصحاب بکنید بقاء نبوت موسی را ولی فرض بر این است که ما سخن از شخص می گوییم شخص دارای اوصاف ویژه و معین که بر کسی جز نبی خاتم صلی الله علیه و آله قابل انتباق نیست جواب چهارم هم به اتمام رسید الخامس پنجمین جوابی که عرض کنم خدمت با شما شیخ ارائه می کند البته این جواب پنجم خودش و در واقع هشتمین جواب در کل عرض کنم تنبه نهم که سه تا جواب را سابقا خواندیم جواب پنجمی که شیخ ارائه می کند این است که در ما نحنفی یک نبوت منجزه داریم یک نبوت معلقه نبوت منجزه این است که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر هست چی ارز کنم کسی بشارت را بپذیرد یا نپذیرد ولی یک نبوت معلقه هست که مقصود از نبوت معلقه آن است که نبوت حضرت موسی علیه السلام در صورت قابل پذیرش هست که عرض کنم خدمت با سعادت شما این نبوت ها مقید به قید باشند و الا اگر مقید به قید نباشند نبوت های مطلقه را ما نمیپذیریم به عبارت دیگر این نبوتها، نبوتهای نبوت ها نبوت های تقدیری هستند نبوت موسی تا آمدن حضرت محمد نبوت عیسی تا آمدن حضرت محمد مثلا پس این نبوت نبوت منجزه نیست اگر منجزه می بود یعنی ما میپذیرفتیم که در هر حال حضرت موسی نبی هست چه بشارت داده باشد یا نه حق با شما بود میگفتید ما با استصحاب بقای نبوت را به اثبات میرسانیم ولی موضوع بحث ما را نبوت معلقه تشکیل میدهد نبوت معلقه معنایش معلوم هست اون عیسی یا موسی را قبول داریم و میپذیریم که نبی خاتم صلی الله علیه, علیه و سلم را بشارت بدهد خب اگر این گونه باشد پس در نتیجه عرض کنم این نبوت می شود یک نبوت تقدیری نبوت موسی علی فرض البشار به نبی الخاتم نبوت عیسی علی فرض البشار به نبوت نبی الخاتم و عرض کنم این نبوت تقدیری یا تعلیقی زراری به حال ما مسلمانان نمیزنند چرا به خاطری که عرض کنم خدمت با سعادت شما استصحاب تعلیقی اولا اصل اعتبارش محل کلام هست گر شیخ رضوان الله علیه پذیرفته است و ثانیا بر فرض که بپذیرم نبوت تعلیقی را نبوت موسی علیه السلام تا آمدنی ارز کنم نبی لاحق هست که ارز کنم خدمت با سعادت شما ادامه دارد همین که نبی لاحق آمد خود به خود اون نبوت معلقه از بین خواهد رفت. لزام فرماید الخامیس پنجمین جواب را که شیخ می کند این است اینکه گفته شود اینکه ما گروه مسلمانان آن زمانی که معلوم شد برای ما اینکه نبی سالیف و قبلی خبر داده است به آمدن نبی ما مسلمانان صلی الله علیه و آله و وسلم و ان ذالک کان واجبا علیه و این که عرض کنم این خبر دادن به نبی لاحق واجب است بر نبی خبر دادنش چون جزء دستورات الهی و مأموریت تبلیغیش هست و وجوب واجبودن اقرار به واجب بودن اقرار به عرض کنم نبوت موسی و ایمان عرض کنم به اون نبوت موسی علیه السلام متوقف هست بر تبلیغ اون نبوت بر رعیت و امتش مثلا بنابراین سهلنا ان نقول اینا معاشر المسلمین لما علمنا کذا و کذا صح لنا ان نقول برای ما صحیح هست که بگوییم ان المسلم نبوت النبی صالیف آنچه که مسلم هست نبوت پیغمبر سابق هست علا, تق... تقدیر تبلیغ نبوت نبی نا صلی اللہ علیه, و علیه و بر فرض که نبوت نبی ما را هم تبلیغ بکند مثلا بن نبوت و تقدیریه نبوت تقدیری نه ما را ضرر میرساند و نه ارز کنم اهل کتاب را نفع میدهد در بقای شریعتشان به همین جهت هست که ما کلام شیخین است که اگر نبوت تنجیزی می بود حق با شما بود و ارز کنم اهل کتاب حق داشت که از ما طلب دلیل بر نبوت نبی خاتم بکنند و ارز کنم اشکال وارد بود اما حالا که استصحاب استصحاب تعلیقی است اصل استصحاب تعلیقی مشکوک هست بر فرض حجیت استصحاب تعلیقی بازم عرض کنم تا آمدن نبی جدید حجیت دارد متعقن سابق و ایلا با آمدن نبی لاحق خود به خود از بین خواهد رفت لذا شیخ رضوان الله علیه بعد از آنی که استصحاب تعلیقی رو در منحنفی تطبیق می دهد در نبوت نبی صلیف می فرماید ولعل هذا الجواب و شاید همین جوابی که ما ارائه کردیم به عنوان جواب پنجم بر برمیگردد و اون مطلبی که ذکر کرده است اون مطلب را الامام ابو الحسن الرضا صلوات الله علیه فی جواب الجاسلیق در زمان معمون عباسی به دستور معمون جلسات مناظره تشکیل میشد این مناظره ای که فعلا میخوانیم یک طرف امام رضا و طرف دیگر جاسلیق عالم اهل کتاب هست و عرض کنم این مناظرک و این نقل در کتاب های قدیم مثل کتاب مرحوم شیخ صدوق عرض کنم خدمت با سعادت شما بعد مرحوم کراجکی در کنز اممال و بعدم ارز عرض کنم خدمت با سعادت شما کسانی دیگر مثل بهار و امثال ها نقل کرده اند ولی در همه این موارد سندش مرسل هست و لعل هذا الجواب شاید این جوابی که ما گفتیم برمیگردد به اون مطلبی که ذکر کرده است او را امام رضا علیه السلام در جواب جاسلیق حیث قال له علیه السلام حیث یعنی در حالی که گفت جاسلیق برای امام رضا علیه السلام ما تقول فی نبوت ایسا و کتابه ای امام رضا عقیده شما راجع به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش چیست؟ هل من منهما شیئا آیا چیزی از نبوت ایسا و عرض کنم کتابهایش منکر میشوید شوید؟ خب وقتی وقتی چنین سؤال را کردن امام چه فرمود؟ قال علیه السلام امام در جواب جا، جاسلیق فرمود انا مقرن به نبوت ایسا و کتابه و ما بشر بهی امتهوک و قررت بهی الحواریون چند تا امر را با هم کنار هم می آورد و کافرون به نبوت کل ایسا اما کافر هستن به نبوت هر عیسایی که اقرار نکند به نبوت محمد صلی الله علیه و وسلم و کتابش و لم یبشر به امته و امت خود را حضرت عیسی با آمدن پیغمبر خاتم بشارت ندهد لذا ارز کنم حضرت اینجا به امور چند اشاره کردن که به همگی باور دارم یعنی در واقع ارز کنم یک آمی مجموعی در ما نهنفی نهفته است پس در نتیجه ارز کنم که حضرت تا اینجا جواب عالم کتابی را این گونه داد بعد می قال ثم قال الجاسلیق بعد از این مسئله جاسلیق گفت علیس تقطع الاحکام آیا قطع نمی شود دستها با دو تا شاهد عادل چرا قطع کردی دست خود را قال علیه السلام بلا حضرت فرمود ارز کنم که با دو تا شاهد عادل همه امور قابل اثبات هستند ثم قال الجاسلق الیس تقطع الاحکام به شاهده ای عدلین آیا یقینی نمی شود احکام مورد نظر یعنی با آمدن بینه که دو شاهد عادل باشد قال علیه السلام بلا حضرت فرمود چرا امکان دارد بعد جاسلیق دوباره گفت که قال الجاسلیق فاقم شاهدین عدلین دو تا شاهد عادل بیار که حالا شما شاهد را پذیرفتی من غیر اهل ملتک از غیر شیعه ها مثلا علا نبوت محمد صلی الله علیه, علیه و سلم ممن لا تنکره النصرانیه عالم نصرانی گفت باید دلیل داشته باشید و سلنا مثل ذالک من غیر اهل ملتنا شما عرض کنم حق داری از یهودی هم همچه سوالی بکنید و اونها بر ما حق دارند قال الجاسلیق ثم قال علیه السلام وقتی کار به اینجا رسید که جاسلیق بیانه طلب کردن حضرت فرمود الان جئت به نصفته یا نصرانی ای نصرانی فعلا با این صاف صحبت کردی هم ما باید عرض کنم بیانه بیاریم و هم شما ثم ذکر علیه السلام اخبار خواص ایسا علیه السلام به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت شروع کرد ارز کنم به آوردن اخبار حضرت عیسی به نبوت پیغمبر خاتم البته طبق روایت هایی که اولین بار در عیون اخبار و و ارز کنم فقیه و امثال ها نقل شد بعد هم ارز کنم کسانی مثل مرحوم کراچکیون را استفاده کردن در عیون اخبار و آمده است و ارز کنم که در بهار لنوار هم این روایت نقل شده است حضرت بعد فرمود ثم ذکر علیه السلام اخبار خواص عیسی علیه السلام به نبوت محمد صلی الله علیه و آله وسلم البته این روایت طولانی است این روایت رو اگر در متن اصلی مراجعه بکنیم اونجا معلوم می شود که عرض کنم در روایات نکاتی بیشتر مطرح شده اند و اصولا این که شیخ در اشکال قبلی فرمود لعل مناظره الكتاب في تحقق الغایه المعلومه جای لعل نیست بر اساس روایت قطعا همین گونه بوده است یعنی اون عالم کتابی بعد از آنی کسل بشارت ها را میپذیرد سخن در سغرا دارد که آیا این پیغمبر شما واقعا مصداق من پیغمبر هست یا نه در هر صورت این خلاصه روایت بود که شیخ رضوان الله علیه نخل کردن و فرمودن محتوای روایت به همین جواب پنجمی که ما ارائه کردیم یعنی استصحاب تعلیقی اقرب به ثواب و نزدیک هست و البته در زیل این اشکال مثل اشکالهای قبلی مطالب باقی مانده است توضیحات نیازمنده است که انشاءالله در درس بعدی پیگیری خواهد شد غفر الله لنا و و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد